آروم آروم ده یکم بیا 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 خوبه مواظب باش دقت کن پدر مادرتون هستن خدا بیامرزدشون قبرش دو طبقه هستی که یکم این طرف تا یکم بیشتر برو پا ماشین آقا از یکم درستش کنم برو یکی شو خوب آقا خوش به حالشو اون دنیا هم پیش هم دیگه خوابیدن ما که تو این دنیاش هم از این شانسا نداشتیم کافی آقا بفرمایید من قصد جسارت نداشتم خانم یکی دیگه اش مونده باشه نمیخواد خودم درستش میکنم سنگین ها بفهم شنیدم اسباب کشی داری گفتم اگه کمکی لازم نیست بفهم چیزی خواستی من در خیلی بفرمایی خانو، قرار ما 50 بود، این که 40 تومنه؟ 10 تومنش واسه اینه که بعد از این یادت باشه موقع کار حرف اضافی نزنی شرف بی ناموس بی غیرت الدنگ یارو کسایی میگن که آبروشون واسهشون مهم نیست یعنی چی؟ اتمالا خود بیشورش هم نمیرسه هیچ در چرا بازه؟ هوای اتاق سرد میشه عوضش اینجا گرم میشه
کسرا، کسرا اون تایدو برای من میاری؟ ماشین لباس شویی رو نمیخوای درست کنی؟ الان 3 ماه خرابه. باید زنگ بزنم تعمیر کار بیاد. خب زنگ بزن بیاد. یکی از رفیقام کارش همینه. بذار پیداش کنم میگم بیاد درست کن. بله دیگه. خودت که نمیخوای با دست لباس بشوری. 3 ماه برای من زنگ. سیر نشدی؟ بگیر شیر 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 بسرم 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 عزیزم ای آبچی خدا بگم چی کارو نکنم مگه اون موقعای استانبول اینجوری بود؟ چه وقت فیلم های آخر شب علاقه من شدی؟ همه جا را پر کرده بود من خودم بچه استانبول همینجا بازم شد ببخشید خالی جونی یه لحظه بخشید الو چیه آج جان چیه؟ چرا هی زنگ میزنی؟ فکر میکنی چرا زنگ زنی؟ چه میدونم یکی در میون داری بهم زنگ میزنی من سر کارم بابا سر کارم باید زنگ بزنم من بلد نیستم بچه نگردنم خوب آه نیست که من خیلی بلدم آره خانم آقا مصطفی نوبت شماست. خانم آقا مصطفی خانم آقا مصطفی بله سلام سلام خواهش میکنم به این آقا مصطفی بگیم اینقدر این ته سیگارش نریزه اینجا چند روزه میخوام به خودش بگم پیداش نیست باز خدا خوبیت نده به خاطر این موضوع دره بزنم ببخشید چشم همش ببخشید به خدا دیروز ته سیگارش که انداخت نزدیکو بیفته توی یقه یکی مشتری ها خجالتش من کشیدم به خودش که میگه انگار نه انگار من که گفتم ببخشیم بهش میگم من نمیفهمم شما که حیات به این خوبی داریم چرا نمیره تو حیات سیگار بکشیم چرا میاد این بالا کسرا کجاست؟ رفت واسه من سیگار بخره چرا نگفتی من بخرم؟ زشت زن سیگار بخره و
بچه سیگار بخره زش نیست؟ مرکه فضول دوباره چیز زرزر میکرد؟ بیام و خدا رو شکر که فقط این زورش این پرنده ها میرسه. اگه میتونست آدم هارم تو قفس میکرد. بازم ماهی خریدی که آم. از بوی گندش بعدم میاد. از بوی سیگار که بدتر نیست. چی؟ از بوی سیگار که بدتر نیست. چطور بوی گنده این ماهی رو میتونی تحمل کنی؟ بوی سیگار رو نمیتونی؟ تو چی؟ بوی گنده سیگار رو میتونی تحمل کنی؟ بوی ماهی رو نمیتونی؟ جمعش کن. از لشش گرگه نمیترسی؟ نمیترسم. چندشم میشه. آره جون خودت. تو از منم چندشت میشه. ولی چرا وقتی میبینیم جیغ نمیزنی؟ دوباره شروع نکن. جلوی بچه میگی دعوا نکن. پشترش میگی شروع نکن. پس من این زرت و پرتی که سر دارم گیر کرده رو که بس بگم؟ هر وقت مردم بیا سر قبرم بگو با خیال راحت. دیگه زبونم ندارم که جواب تو بدم. بله؟ اگه مردم حق نداری بیا سر قبرم یک کلمه هم حرف بزنی ها. چون من نزدیکافی تو این دنیا ازت شنیدم. آب میدی بابا؟ تو خود برو بیو خیلی سخته؟ آقا تو کتابمون نوشه بابا آب داد بابا نان داد. نمیشه مامان چی داد؟ نمیتونم تحملش کنم. چرا ترک کرده به قول خودش؟ الان یه ماهه ولی به بهونه ترک همش نجسته تو خونه، نه دنبال کار میره نه اصلا پاشو از خونه بیرون میذاره. چطور به شما ربطی نداره؟ شما مادرشی، یه چیزی بهش بگین. شما رو به خدا شاید حرف شما رو گوش کنه. من که هرچی میگم با اون بیشتر لج میکنه. اشکال نداره. ببخشید موقعی از اون لازم شد. التماس دعا. یه صبح به اون زیری زنگ میزنی؟ وای شدی بیدار اون کردی و با زلتو بزن. کجایی؟ ده دقیقه کن رو تیره برای بایستم. تو که موبایل داری چرا تلفن خونه رو میدی به دوستم؟ موبایلم خاموش شد. خب روشنش کن. آدم تلفن خونه رو که به هر کسی ناکسی نمیده. بابا تو رو از تباس بی بخواب. تو فکر من خودم همش به حرفه تکراری تو گوش بدم؟ من که خواب بودم، زنگ تلفن تو بیدارم کرد. اسرار
باشو کارت دارم باشو چی تو دستته؟ ها؟ میگم چی تو دستته؟ دستتو بده ببینم چی تو دستته؟ ها؟ چی تو دستته؟ بابا! چی داری دست بچه؟ بابا مخالط نکن و من تو غذا درست کردن آبا جاری کردن تو دخالت میکنم خجالت نمیکشی؟ مگه تو قسم نخوردی که دست به این مواد نزنی؟ حالا میخواد بچه تو آلوده کنی؟ یه باره کنه زن ببینم بابا حالا هزار باری مرد کرده که فضول راپورت همه مامورا داده پامو از در بزنم بیرون گرفتنم نکنه همینو میخوای برای چی باید مامورا دنبالت باشن ها برای چی یه باره کنار یه باره کنار روی سگم بالا میاداشا نمیذارم به خدا نمیذارم این از این در بره بیرون نمیذارم بابا آخ دستم اگه تونستی از دستون بچون رو در بیارم بهت مدال میدم آخ دستم داداش من نمیدم سر صبحی سگ نکن منو کس رو مگه از رو جنازه من رد چه که از این در بره بیرون میخوای صدامو در همسایه بشنون بشنون مگه دفعه اولشونه پت بده بره میبید تقابو نمیدم تو مثلا مردی من با بچه شی کار میکنه من بچه نیستم مردی اینجوری پول در میاره مگه چشه پولشی که خوب خرج میکنی اگه تو حال کار کردن نداری خودم میرم کار میکنم میرم مثل یه مرد کار میکنم منت تون کسامت کاریتم نمیگیرم من حال کار کردن ندارم من که سر کار بودم از دست گفته بوی گم میدی بوی گم میدی مجبور شدم از اون کشتارگاه لعنتی بیام بیرون آره به خاطر این اومدی فهمیدن معتادی بیرونت کردم بدبخت مثل سگ انداختنت بیرون آدم من بابا گاه خوردم بیرونم کردم باره بابا اونجا همشون معتادن تو این میتونی وظیفه خودتو درست انجام بده بده من وظیفه ممنونه ها کار کردم پیش کشت بده من بده من بیار اینجا بده من این گرا بده من این گرا بهت میگم بده من بده من you
بیای بیرون چی کار کنی؟ باز کن نرو. قول میدی سر و صدا نکنی؟ قول میدی فرار نکنی؟ قول میدم. من تقصیر من بود؟ آره تقصیر تو بود، من بابامو میخوام تو کشتیش. آخه مگه من زورم به بابات میرسه؟ خودش افتاد. نه تو کشتیش. خودش دعوا رو شروع کرد، شال منو گرفت، تقصیر خودش بود. میدونی جرم این کار چیه؟ میدونی اگه پلیسا بفهمن چی کارت میکنن؟ واسه من مهمه، واسه بابات که مهم نیست. من بابامو میخوام. بیا اگه فکر میکنی من مقصرم زنگ بزن پلیس الان بیان منو ببرن. منو ببرن زندان، تو هم ببرن یتیم خونه. بابا کجاست؟ تو حیات. بابامو میخوام.
نمیتونیم اینجا نگرش داریم. بعد از این خونه ببریمش بیرون. از این به بعد هر وقت خواستی بری توالت بیا توالت تو حیاط. کسرا! کسرا نمیخوای یکم به من کمک کنی؟ کسرا! صابونت رو حاضر کردم رو میزه. من دارم میرم بیرون، کاری نداری؟ به بابا دست نزن، تو برگشتم یه فکری براش بکنم. باشه؟ باشه؟ من میترسم. از چی میترسی؟ از یه مرده؟ مرده که ترس نداره، مثل عروسک میمونه، مثل اسباب بازی. خب من میترسم. تو که ادعا میکردی مرد شدی، حالا از یه مرده میترسی؟ اون باباست. بابا بود، حالا یه جنازه است. از این به بعد من هم باباتم هم مامانت، فهمیدی؟ تو هم پسر منی هم مرد این خونه. خودت هم میترسی. اون موقع که زنده بود ازش میترسیدم، الان دیگه نمیترسم. فقط همین امروزه. اگه بخوای به من ثابت کنی که دیگه مرد شدی، الان وقتشه. مرد بودن به اون چیزی که بابات میگفت نیست، به اینه که شجاع باشی، نترسی، گریه نکنی. باشه؟ من که نمیخواستم اینطوری بشه، ولی دیگه شده. سلام. سلام. خیلی ممنون. اگه میدونستم حرف شما رو اینقدر خوب گوش میده، از اول به شما میگفتم. باور کن به خودش که گفتم اصلا محل نمیذاشت. سلام بهش برسونید. چند پیداست.
یک کیلوش کنم؟ نه همون نیم کیلو کافی. ببین گوشتش بره درجه یکه، بری یا برگردی بردنش تموم شده. نه ممنون. آقا مصطفی چی کار کرد؟ کار پیدا کرد یا نه؟ نه هنوز بیکاره. چند دفعه بهش گفتم این کشتارگاه رو ول نکن، ول کرد و رفت. فکر کرد کار مثل ریگه که دوباره راحت پیدا بشه. سلام. سلام، خوبی؟ خیلی ممنون. آقا کمال، مصطفی امشب یه چند ساعتی براتون زحمت داشت. خواهش میکنم خانم، خیر باشه. خیره، یه سری اسباب اساسی کهنه است میخوایم بفروشیم. به سلامتی چیو هست؟ کماده و یه سری خرت و پرتای دیگه. میشه ببینم سالمه دیگه ها؟ بله فروختیم شرمنده. چه ساعتی بیان؟ همون دمدمای غروب بیان، ماشین رو دم در پارک کنین، ما که بار زدیم خبرتون میدیم. کمک بخوان در خدمتم ها. خیلی ممنون، چون شکستنی خودمون بچینیم راحت تری. بیتارو. خیلی ممنون. خب باش. چهش کجا میبرید؟ همون شب آدرس رو بهتون میدیم. من در خدمتم، فقط محبت کنید با آقا مصطفی سلام برسونید، بگید با ما به از این باش چه با خلق جهانی. سلام. ببخشید آقا مصطفی خونه است؟ نه نیستم. آخه پیروز صبح با من قرار داشت نیومد، تلفنش هم جواب نداد، نگرانش شدم. حالش خوبه؟ بله نیستم. اگه خونه است تو رو خدا بهش بگید فرامرز دم در کارت داره، کار واجبت داره. گفتم که نیستن آقا، دیگه هم دم در خونه نیام. آخه من غیر از آقا مصطفی کسی ندارم تو این محله. گفتم که مزاحم نشین لطفا. مزاحمت چیه؟ من غلط بکنم؟ فقط خواهش کردم اگه خونه است بگید فرامرز کارت داره، بگید موبایلش روشن کنه. با اجازه بگید دیگه هم در خونه نمیام، به خدا نگرانش شدم که اومدم. با اجازه. مامان جون بود مخواست با بابا حرف زنه، گفتم توی حمومه. گفت فردا صبح میخواد بیاد خونمون. سلام آقا کمال، ببخشید ما اساس کشیمون کنسل شد، قرار بود مصطفی بهتون خبر بده مثل اینکه یادش رفته. اشکال نداره. آقا مصطفی خونه هست؟ بله سلام میرسونه. میشه بگید یه لحظه بیاد پایین؟ یه کار کوچولو باش دارم، خیلی وقت ندیدم که بهش بگم. الان دستش بنده نمیتونه بیاد. من صبر میکنم کارش تموم بشه. میگه کارم طول میکشه، چی کارم داری؟ بگو شرمنده، اون 40 تومانی که ماه پیش دستی گرفتی ازمو بده. ماشینم خرابه نیاز دارم، وگرنه به خدا اصلا نمیگفتم.
سلام آبجی شرمنده به خدا. آقا مصطفی و منم پیش شما شرمنده که به من میگه یه روز ولی یه ماست اجلت 40 تومن قابل این حرفا نیست که. خواهش میکنم بهش سلام برسید. سلام، مصطفی رو بگو بیاد. نیستش. یه دقیقه پیش که بودش؟ الان نیستش، چی کارش داریم؟ ما نمیدونی من چی کارش دارم و کیم. هر وقت اومد میگم باهاتون تماس بگیرم. سمینم، برو بهش بگو بیاد بیرون. من که میدونم تو خونه هست که، برو بهش بگو بیاد بیرون. میگم نیستش، بفرمایی. ببین، بهش بگو یه مرد نمیره تو خونه قایم شه زنشو بفرسته بیرون. مرد نمیاد روب کلو مواد از من با التماس بگیره بعد دو هفته غیبش بزنه. اینا چه ربطی به من داره؟ ربطش همینه دیگه. حالا میری تو خونه بهش میگی تا کی میخوای خودت تو این خونه حبس کنی؟ آخرش از این در میای بیرون روی پاراجار پولت میکنم. اگه نری الان زنگ میزنم 110. 110؟ زنگ بزن 110. جنسی که بخواد سگ خورشمو بهتر که 110 بیاد برداره بره. یک کلمه دیگه حرف بزنی به مصطفی میگم که مزاحمم شدی. ببین بهش بگو اگه فکر کردی پول اون مواد داره من از چی میدم پر خوندی. بهش بگو اون گوشی روشن کنه فقط زود.
دیگه نمیتونم اینجا بمونم. منم نمیتونم ولی مجبورم. تا کی میخوای بابا رو نگه داری؟ تا هر وقت که خودش بخواد. دیگه مرده، دیگه هیچی نمیفهمه. اون موقع هم که زنده بود نمیفهمید، ولی من میفهمیدم چی میخواد. دلم برای بابا تنگ شده. میخوای ماساژش بدی؟ این کارو خیلی دوست داشت. شما چرا اومدین بالا با این پادردتون؟ بذارین الان بیدارش میکنم بیاد پایین. نه مادر، اگه خسته است بذار بخوابه، بیدارش نکن. آخه دیشب تا صبح نخوابیده، نه که تو ترکه. ولی بعد بیدار میشه میگه چرا بیدارم نکرد. طوری نیست، وقتی بلند شد خودش میاد پایین. هر وقت ترک میکنه همین جوری میشه، از صبح تا شب میخوابه که اعصابش راحت باشه. باش مدارا کن، دو روز دنیا ارزش نداره. یه زن بخواد با شوهرش دعوا کنه، خدا قهرش میگیره. چه دعوایی؟ ما که دعوا نداریم، خیلی هم با هم خوبی. والا من که میبینم همش بهش غر میزنی. این چه حرفیه؟ این چیزا بین همه زن و شوهرها هست، تو همه خونه ها. منم اگه یه موقع به شما حرفی میزنم فقط درد دل میکنم. منم اومدم دو کلمه برات درد دل کنم. دختر من پیرم، آفتاب لبه بومم، دیگه نه پا دارم، نه کمر دارم، نه قلب دارم، نه چشم دارم، ولی عقل دارم. ما زنهای قدیم وقتی شوهرمون با همون حرف میزد جرأت نمیکردیم سرمونا بالا بگیریم. تو سرمونم که میزدن بیشتر زمین رو نگاه میکردیم. به خاطر همین بود زن و شوهر یه عمر با هم زندگی میکردن. کاش تو این دانشگاه، اداره ها یه خورده شوهرداری یاد زن رو میدادن، از هرچی براشون بهتر بود. الحمدلله که من نه اداره میرم نه دانشگاه. راستی مصطفی کار پیدا کرده، با یکی از دوستاش دارن میرن جنوب. خب خدا را شکر، بهت میگم ناشکری نکن. بله دیگه همه چی داره درست میشه، ترک که داره میکنه کارم پیدا کرده، خدا را شکر. کسرا قربون دستت، بزن تلویزیون ببین اذانا گفتن. کسرا چیزی لازم نداری؟ گشنت نیست؟ کسرا فقط دلم میخواد یه بار دیگه صدای گرگتو بشنوم، فهمیدی؟ فقط یه بار دیگه.
بی زحمت یه دونم از اون سیگارا بدیم. چه سیگاری؟ از اون قرمزا. این؟ نه اون یکی. خدمت شما. دو تا بدین. بفهم. ببخشین سه تا. بیا مالی نیست آقا.
کلاژ تو ته بگیر بعد یه بار دنده رو بزن پایین کلاژ آروم آروم ول کن و گاز بده اگه یه دفعه ول کنه اینجوری میشه خد دلم میخواست بزنم دهنش رو سرویس کنم مگه چی گفتن؟ تو چرا از مرد بودن فقط بد دهنیش رو یاد گرفتی؟ خب دست خودم نیست هی میخوام این حرفا یادم بره ولی نمیشه حافظم خیلی خوبه حافظه خوب چیزای بدو یادش میره کجاست؟ اونجاست ببخشید
گفتی چشه؟ کار میکنه ولی از همه جاش آب میره. همه جاش؟ از زیرش بیشتر. زیرش. این لوله هاش که تصمهش هم فکر کنم خراب بشه دیگه، حتما این نگاهی میندازم بهش. چه بوی اسفندی میاد؟ من عاشق بوی اسفندم. خب این تصمه چه چایی خوشرنگی، دستتون درد نکنه. من یه اخلاقی دارم وقتی بی چایی بشم مثل ماشینی میشه که بی بنزین میشه. این چایی هم که شما ریختین حکم بنزین سوپره داره، دستتون درد نکنه. مشخص هست هزینش چقدر میشه؟ قابل شما رو نداره؟ خواهش میکنم، فقط ارزون حساب کنم. ارزون؟ گفتم که قابل شما رو نداره. اصلا فکر میکنیم که این یک ساعت رو تو ترافیک موندی. نه بابا، اینطوری که نمیشه. چرا میشه؟ ببینید من یه اخلاقی دارم، وقتی کار میکنم اصلا عادت ندارم حرف بزنم. اجازه بدین کارم تموم بشه، بعدم میشینیم با هم دیگه صحبت میکنیم دیگه. ببخشید. بله. کارمو تموم شد خانم. به همین زودی؟ اینو جای کج نذارید. شانستون گفته آب توی موتورش نرفته. من لاستیکشو عوض کردم، شیلنگشو عوض کردم، تسمشم عوض کردم. 27 از بس ته سیگار ریخت جلوی مغازمان که کفر من در اومد. باور کن روزی 5-6 بار من اینجا رو جارو میکردم.
نه یه بار، نه دو بار، نه سه بار بهش گفتم، به خانمش گفتم، اصلا فایده نداشت. برین دیگه بابا. سلام. برای آگهیتون اومدم. بله لطفه فرمای مدیریت. سلام. سلام. برای آگهیتون اومدم برای استخدام. ممنون. یکی میخواستم گرفتم.
مرغو بگیرم. نه خروس رو بگیر. مرغ حداقل واسه همون تخم میذاره. خروس غیر سر و صدا چه هنر دیگه ای داره؟ تیکه تیکهش کنم؟ نه فقط پراشو بگیر. خب میگم از قول من با آقا مصطفی بگو خیلی بی‌معرفتی. پریشب با موتور از اینجا رد شده، هرچی صداش میکنم انگار نه انگار. ای بی‌معرفت. لازم نیست. مصطفی! آقا مصطفی! مصطفی! سلام، خوبین؟ آخه مصطفی داشت میرفت جنوب، چند بار زنگ زد باهاتون خدافظی کنه جواب ندادین، اصلا نگران شدیم. نمیدونم، حتما داشتین نماز میخوندین. بله دیگه رفتش، خیلی عجله داشت، گفت رسید اونجا خودش بهتون زنگ میزنه. نمیدونم، با یکی از دوستاش رفت، من نمیشناختم. گفت از دوستای دوران سربازیشه. بله دیگه، گفت ایشالله میره اونجا کار میکنه، پس انداز میکنه، همه مشکلاتمون حل میشه. امید به خدا. ممنون، خدافظ.
سلام. سلام، بفرمایید. برای آگهیتون مظاهر میشم. استخدام. اسم؟ کاویانی. اسم کوچیک؟ پروانه. چند سالته؟ متولد 61م. مجردی متأهل؟ متأهل. یه پسرم دارم. ات نمیام. اسمش چیه؟ کسرا. کسرا. با الف یا یه؟ با الف. با الف. سابقه فروشندگی داری؟ بله، چندین سال. من عاشق فروشندگیم. اصلا خیلی از مشتری‌ها به خاطر من میومدن اون بوتیک خرید میکردن. چه خوب. نمیدونم، هرچی زنگ میزنم خاموشه، دارم از نگرانی میمیرم. به صد جا زنگ زدم، کلانتری، بیمارستان، پلیس را، پزشک قانونی، آخه اصلا نمیدونم کدوم شهر رفته. ببخشید، شمارم نگران کردم. کلن مصطفی آدم بیفکریه، شاید موبایلش گم شده، یه زنگ نمیزنه، نمیگه ما نگرانشیم. نه، شما چرا با این پادردتون؟ خودم میرم دنبالش. بله، شما دعا کنین، دعا کنین اتفاقی براش نیفتاده باشه. چشم، چشم، ممنون. خدا نگهدار. تشریف بیاریم. این سه تا کتای تکمون هستن، همشون خارجی هستن. این مخمل برجسته است، این مخمل کبریتیه و این پشم چهارخون است. در دو رنگ موجوده، این در پنج رنگ و این در سه رنگ. هر کدوم خواستین میتونم بیارم که بپوشین و ببینیم بهتون یاد دارم. برای مجلس مد نظرتون هست یا محل کار؟ سلام، من کسرا. کسرا، سلام. سلام پسرم، چقدر زود اومدی؟ بابا گفت من تا یک ساعت دیگه خونم، زود بیا که زودتر برسی. آها، چقدر خوشگل شدی مامان. خوشگل بودم. بیا همینجوری با هم بریم خونه باشه؟ نه، اون وقت یکی ممکنه ببینه تو محل. خب ببینه، مگه چی میشه؟ میخوای برام حرف در بیارم بگم چه شوهرشو دور دیده؟ مامان، چرا ما ماشین نداریم؟ از بابات نپرسیدی؟ چرا؟ خب عوضش موتور که داریم. ولی تو زنی، موتور که به دردت نمیخوره.
باید یه ماشین داشته باشیم. ارزش آدم به چیزایی که نداره نیست. پس به چیه؟ به چیزایی که دلش میخواد داشته باشه. مامان ما بدبختیم؟ نه بدبخت نیستیم، ولی خوشبخت هم نیستیم. میدونی کی بدبخته؟ کسی که یاد گرفته بدبختی رو تحمل کنه. من موندم چی بگم دیگه والا؟ چی بگم؟ داره میاد، داره میاد. صبح همون دوستش زنگ زد با یه شماره ناشناس، فکر کنم از طرفای جنوب، نمیدونم دقیقاً کجا بود. گفت رفتن برای معامله مواد، نمیدونم چی شده، پلیس سر رسیده، خلاصه تیراندازی شده، مصطفی و دوستش فرار کردن. خدا مرگم بده، تو چرا گذاشتی دوباره بره دنبال این کارا؟ من که خودم رو گشتم که دیگه از این کارا نکنه، به منم دروغ گفته. حالا کجاست؟ حالش خوبه؟ نمیدونم، دوستش که ازش خبر نداشت، گفت فراریه، گفت تیر خورد. نوابرفر این پسر تا من پیر زن رو نکشه دست از این کارا ورده میداره. اگه من به حرف بابا گوش نمی کردم تو باش دعوا نمی کردی، الان اونم زنده بود. اگه 11 سال پیش منم سرما نمی خوردم، هیچ وقت نمی رفتم دارو خونه، باباتم نمی دیدم، الان تو رم نداشتم. اگه زورش اصلا بیشتر نبود شالو از دست در نمی آورد، از پله هم پرد نمیشد پایین. میدونی برای دیدن این دنیا چقدر به شکمم لگت زدیم؟ تا آخرش هستی. نمیتونم این خونه رو تحمل کنم، نه این محله رو، نه اصلا این مردم. این یه ماه هم نمیدونم چطوری تحمل کردم. از وقتی همه فهمیدن مصطفی چه غلطی کرده یه جور دیگه بهم نگاه میکنه، حالم از نگاهشون به هم میخوره. میدونین دیشب تو زیر زمین چی پیدا کردم؟ موبایل مصطفی رو تو زیر زمین قایمش کرده بود. نمیدونم چه فکری کرده بود که میخواست تا برمیگرده کسی بهش زنگ نزنه. کسرا هم داره عذاب میکشه دیگه، نه من میخوام نه بچه اصلا میتونه تو این محله مدرسه بره. با
اجازه شما میخوام این خونه رو بفروشم. برم یه جایی زندگی کنم که دیگه نه کسی منو بشناسه نه کس رو.